آغاز میکنیم. سپاسگزارم که امروز با ما ملاقات کردید. امروز صبح چند هفته پیش ما از شما دعوت کردیم که اینجا بیان و شهادت بدین در مورد سیاست ایالات متحده در قبال ایران، عراق و استفاده از زور، استفاده از قدرت. و تردیدی نیست که قاسم سلیمانی یک تروریست خطرناک بود، اما این خیلی مهمه که ما به سیاست خارجی نگاه بکنیم به ترتیبی که ببینیم آیا آمریکایی ها رو امن‌تر می‌کنه و منافع ملی ما رو پیش می‌بره. ما بعداً دیدیم که حمله اتفاق افتاد که بیش از 100 خورده‌ای نیروهای ما رو آسیب زد بهشون و همینطور مشکل انداخت روابط ما با عراق و همینطور تلاشای ما برای عقب روندن داعش رو. و ایران هم داره پیش میره در زمینه دستیابی به سلاح هسته‌ای. شما قول دادین که ایران با حالت عقب رونده میشه و آمریکا امن‌تر میشه، بنابراین با این مقیاسی که خودتون میگین شکست خورده سیاست خارجتون. و میدونیم که خیلی مشکل بود اومدن شما به اینجا و اومدن شما به اینجا واقعا مدت زمانش خیلی کوتاهه و ما مدت ها منتظر شما بودیم و الان ما شاهد یک بحران احتمالی دیگه هستیم، یعنی ویروس کرونا. و فکر می‌کنم شما یک سوالهایی رو در این مورد هم بشنوید اینجا در اون مورد و موارد دیگه هم هستن که می‌خوایم در مورد اون سوال کنیم، از جمله احضار قانونی که در ماه سپتامبر کردیم و شما اون رو نادیده گرفتید. بنابراین ما انتظار داریم شما به زودی بیاید اینجا در استماع با بودجه سالانمون و همینطور اومدن به اینجا. ما و وقتی که صحبتتون رو میکنین میخوام امیدوارم که شما بتونید هر تعداد ممکن بتونن سوالاشون رو مطرح بکنن. من الان از آقای مکول میخوام ایشون هم صحبتشون رو بکنم. سپاسگزارم آقای رئیس، آقای وزیر سپاسگزارم که اومدین اینجا و ممنون از خدماتتون. در مورد ایران و عراق میخواین صحبت بکنید اینجا همونجوری که موافقت کردیم و همینطور باز هم از شما و رئیس جمهوری سپاسگزاری میکنیم به خاطر اقدام قاطعی که برای محافظت از آمریکایی‌ها در خارج از کشور انجام دادید. پرزیدنت ترامپ این تصمیم قاطع کشتن قاسم سلیمانی، مغز متفکر تروریسم ایران رو اگر اتخاذ نمی‌کرد ممکن بود یک استماع دیگه‌ای رو اینجا داشتیم که چرا جلوگیری نکرد از مرگ آمریکایی بیشتری. حمله به قاسم سلیمانی تصمیم درستی بود و جهان امن‌تر در نتیجه اون. ایشون یک مجموعه حملاتی رو علیه نیروهای ما در عراق انجام داد که یک آمریکایی رو کشت و ایشون همچنین رهبری حمله به سفارت آمریکا در بغداد رو بر عهده داشت. همینطور جنرال میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، گفت به دولت که اگر دولت حمله نمی‌کرد قاسم سلیمانی رو از بین ببره، کسی که خون صدها آمریکایی و سربازان آمریکایی بر دستانش بود، اون وقت یک اشتباه بزرگتری مرتکب شده بود. من با شما 100% موافقم و با جنرال موافقم که این حمله بسیار لازم بود و تحت چارچوب اختیارات رئیس جمهوری تحت ماده دوم بود. ما قدرت زیادی رو دیدیم. ما در طی یک سال گذشته دیدیم که ایشون انتخاب‌های رو انجام داده تا این شرایط تنش رو کاهش بده، حتی در حالی که ایران سعی میکرد حمله بکنه به بازرگانی بین‌المللی، به عربستان سعودی، به تأسیسات نفتی و همینطور یک پهپاد ایالات متحده. و نیروهای ما در نتیجه این حملات قانونی امن‌تر هستند. الان سنا اومده یک قانونی رو در واقع تصویب کرده که از ایالات متحده بخواد که خصومت علیه ایران رو متوقف کنه. به نظر من این بر اساس یک فرضیه نامتناسب دروغینه، اشتباهه. بنابراین ما از شما میخوام توضیح بدیم که همونطوری که میدونید بهتر از هر کس دیگه میدونید، ما میخوایم نشون بدیم که اینجا متحد هستیم، نه متفرق، نه تفرقه نداریم، به عنوان چه در کنگرهمون و چه در مدرسه‌مون، به ویژه در قبال خاورمیانه. حالا به ما بگین کنگره چه کار میتونه بکنه تا شما بتونید به تلاش‌های شما برای مهار کردن فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران کمک کنه. چشم راه پاسخ شما هستم. خیلی متشکرم آقای مکال. من شاهد هستیم آقای وزیر پومپئو که سالهای سال در اینجا کار کرده. آقای وزیر خواهش میکنم صحبت بفرمایید. بدونید که اظهارات شما ثبت میشه و خواهش میکنم که در 5 دقیقه بیاناتون رو خلاصه کنید، برای اینکه ما زمانمون خیلی خیلی کمه، من باید خیلی سریع کار رو ادامه بدم. بنابراین 5 دقیقه وقت دارید شما. خیلی ممنونم آقای انگل. اینا سعی میکنم کمتر از 5 دقیقه بکنم. یه بیانیه‌ای دارم که باید عنوان بکنم. من از سفر برگشتم شامل توقفهایی در عربستان سعودی و عمان مورد بحث بود، تهدید خطرناک جمهوری اسلامی ایران در اون کشور را. حقایق اینه که ایران دولت شماره 1 حامی تروریسم
و همینطور دولت شماره یک حامی یهودی ستیزی که خواست اسرائیل رو محو کنه از صحنه کره زمین. اگه گوش بدید به افغانا، ایران و گروه نیابتیش مسئول مرگ صدها آمریکایی در عراق از سر جمله مقاطع کار آمریکایی که در 27 دسامبر کشته شد 2019. نیروهای جمهوری اسلامی و شبه نظامیان مورد حمایتش بشار اسد در سوریه رو تقویت میکنن، دموکراسی در لبنان را رو خدشه‌دار میکنن، کمک های نودوستانی در یمن هم به سرقت میبرن. راجع به یمن، حوثی‌های تحت پشتیبانی ایران صدها موشک و پهپادهای مسلح به سوی دفاع غیر نظامی در عربستان پرتاب کردن، جایی که 80 هزار آمریکایی زندگی میکنن. از آغاز بحران ساعتی پس از اون که سربازانمون بازدید کردم در پایگاه هوایی پرنس سلطان در 20 فوریه، نیروهای حوثی تحت پشتیبانیان شهر بندر در یمبر رو هدف حمله قرار دادند. ایران مسئول سرنگونی یک هواپیمای غیر نظامی بود. در ژانویه 176 تن کشته شدند. رژیم پیرامون و فاجعه دروغ گفت و هنوز جعبه سیاه پرواز رو تحویل نداده. رژیم ایران صد تن از مردم خودش را قتل عام کرد که گزارش ها که از 1500 کشته است. در جریان اعتراضات ماه نوامبر میلیون ها تن دیگر از زمان آغاز انقلاب متحمل رنج و آلام شدند در بیش از 40 سال قبل. اونهایی که در واقع متحمل آسیب شدن خوشحالند که ما در واقع کمک میکنیم به این مسئله که عیان بشه تمام این در واقع درگیری‌هایی که رژیم اسلامی گرفتار شده. و کارزار ما برای این که ما بتونیم متوجه بکنیم ایران که تغییرش رو تغییر رفتار بکنه. و مهمترین چیزی که باید که ما قاسم سلیمانی رو کشتیم، رهبر گروه نیروی قدس که مغز متفکر کشتار آمریکایان بود. کنار گذاشتن او از میدان نبرد، حذف او در واقع کم کرد خطری رو که متوجه پرسنل ما در خارج از آمریکا بود و دیپلمات‌های ما و سربازان ما، و نشون داد که ما حاضریم تحمیل بکنیم هر گونه بهای گزافی رو برای طرفای متخاصمون. من می‌دونم که شماری از سربازان آمریکایی متأسفانه در حمله به پایگاه هوایی اسد مجروح شدند. ماهیت محدود ضد حمله ایران نشون داد کادر رهبری ایران راغب افزایش مناقشه و برخورد نظامی است. آنان میدونن که اگه ما مبارزه کنیم آنان بازنده خواهند شد. این سیاست ماست. این فقط بازدارندگی نظامی نیست. برنامه جامعه اقدام مشترک برجام اعتبار مالی کارزاری مرگبار ترور و بی‌ثبات کننده رژیم رو تعمید کرد. ما اون مسیر تاثیر رو وارونه کردیم، شدیدترین کارزار تحریم‌های اقتصادی رو وضع کردیم تا رژیم ایران رو از دست کم 50 میلیارد دلار درآمد محروم کنیم. و بعد متحدامون رو بسیج کردیم تا ماهانه رو تحریم کنن. شرکت هوایی رژیم که تسلیحات و پرسنل خودش رو گردانگیر خاورمیانه حمل میکنه. کولومبیا، هندوراس، کوسوو، پاراگوئه و بریتانیا حزب الله رو سازمان تروریستی عمل کردن. این یعنی قدرت رهبری راستین آمریکاست. ما ادامه خواهیم داد، فشارمون رو حفظ خواهیم کرد برای حفظ مردم آمریکا و منافع آمریکا به هر وسیله‌ای. ما به تحمیل هزینه بر رژیم به خاطر کارزاری قتل عامش ادامه خواهیم داد و ما متحدان و شریکانمون برای نیل به یک خاورمیانه با ثبات‌تر هم تر همکاری خواهیم کرد. مشتاق شنیدن سوال شما هستم. سپاسگزارم. من خودم الان برای 5 دقیقه میخوام صحبت کنم، بعدا اجازه بدم آقای سسلین صحبت کنه. آقای پومپئو، در این کارزار فشار دهکسری اون نتیجه که قول دادید رو نگرفته. از ژانویه، از 2 ژانویه 4 مورد حمله به نیروهای آمریکایی بوده. ما مجبور شدیم 6000 نیروی اضافه دیگر رو به منطقه بفرستیم و ایران باز هم داره به سوی سلاح هسته‌ای حرکت میکنه. مردم آمریکا پیام‌های در واقع متضادی رو متناقض رو از شما دریافت کردن در مورد ماهیت حمله، دلیل حمله و اثراتش. به خاطر عدم صداقت این دولت، دولت آمریکا، مردم آمریکا اعتمادشون رو به این دولت از دست دادن. الان ما بحران تندرستی داریم در مورد ویروس کرونا و اعتماد از همه چیز مهمتره. اما وقتی که کار ما به واکنش دولت به این مسئله میرسه، باز هم میبینیم که اون عدم صداقت وجود داره و میدونیم که این الان داره در جوامع ما نشون میده خودش رو. ما الان سازمان بهداشت جهانی داره توضیحات دیگه میده و این دولت مسئول هست در قبال گسترش احتمالی این ویروس. با توجه به این که رهبری آمریکا در اینجا نیاز هست برای مقابله با این بحران جهانی، میتونیم به ما بگید دقیقا نقش شما چیه در این واکنش؟ I
آیا سوال شماست؟ دقیقاً وظیفه شما چیه به عنوان وزیر امور خارجه در مقابل با این بحران؟ آقای رئیس کمیته، قرار شد من امروز بیام صحبت کنم راجع به ایران و سوال اول مربوط به ایران نیست. بله بذارید از خالق بذارید در مورد ایران صحبت کنیم. خیلی خوب، بله ما الان در ایران 245 مورد مبتلایان داریم. آیا شما یا هیچ کدوم از مقامات ارشد دولت ایالات متحده با هیچ کس در داخل دولت ایران برای هماهنگی واکنش اونها به این بحران و جلوگیری از شیوع اون کاری کردیم؟ ما پیشنهاداتی دادیم به جمهوری اسلامی ایران برای کمک کنیم و روشن کردیم برای طرفین گرد برای طرفای مختلف گرداگرد جهان که کمک‌های دوستانه ما برای مبارزه با ویروس کرونا به جای خودش است. ما به حمایت از فعالیت‌های ضد ویروس کرونا ادامه خواهیم داد و از قدرت دیپلماتیکمون استفاده خواهیم کرد که بتونیم فناوری لازم رو برای کمک فراهم کنیم. ولی من نگران این هستم که به خاطر اینکه سه سال این دولت سابقه داره که به حقایق اهمیت نمیده، مردم آمریکا نمیدونن به کی باید اطمینان بکنن. به خاطر سیاست شما ما خودمون رو در جامعه جهانی منزوی کردیم. ما در واقع از نهادهای مختلف بین‌المللی که با کارهای دقیقاً تندرستی بین‌المللی سر و کار دارن پولاشون رو حذف کردیم، بودجه‌شون رو، و هیچ هدفی رو این دولت به دست نیاورده، به نتیجه نرسیده تا بتونه مردم آمریکا رو امن نگه داره و این خیلی مهمه و من نگرانم در نسبت به توانایی این دولت که آیا میتونه اصلا امن نگه داره مردم رو. آقای رئیس شما بفرمایید. بسیار خوب، من حالا میگم که آقای برا صحبتشون بکنن. سپاسگزارم آقای رئیس. آقای وزیر، من یک پزشکم و روز چهارشنبه متوجه شدیم که همکاران من در دانشگاه کالیفرنیا دارن اولین مورد احتمالی شیوع از طریق نفر به نفر در اونجا رو دارن مداوا میکنن. در ساکرامنتو جایی که شهرستان من هست میدونن که مرز نداره، بیماری حد و مرز نداره. بنابراین میخوایم بدونیم که نوع همکاری شما با ایران چی بوده و ما بر این باوریم که تقسیم اطلاعات، به اشتراک گذاشتن اطلاعات در مورد امن نگه داشتن جهان خیلی مهمه. آیا شما به این باور دارید؟ آقای وزیر، آیا باور دارید که ایران داره می‌جنگه با ویروس کرونا؟ بله یا نه؟ میدونم که نظام بهداشتی ایران به هیچ وجه مستحکم نیست و تمایلی هم ندارن که اطلاعات کامل بدن راجع به اینکه چه میگذره در ایران تحت رژیم اسلامی و من بسیار نگران هستم که ایران اطلاعات لازم رو به ما نمیده. دقیقاً من با برخی از ارزیابی که شما کردید من موافقم که اونها این زیرساختا رو ندارن و من نگران هستم. من به عنوان یک پزشک میدونم وقتی ما داریم میجنگیم با این بیماری زمان خیلی مهمه، یعنی مردم باید هم نیرو هم تجهیزات پزشکی باید داشته باشن، باید قبل از اینکه به کشور دیگه برسه جلوی این شیوع گرفت. یک هفته بعد از اینکه این بیماری شناسایی شد دولت گفتش که بله کمک ها رو میخواد بفرسته و اگر ارسال کمک ها با تحریم ها منافاتی نخواهد داشت. آیا این در واقع کاری کرده این دولت برای مقابله با این تحریم ها، برای مقابله با کرونا ویروس؟ اون پایه و اساس سوال شما درست نیست. به طور مداوم و مرتب یک مسیری بوده برای نقل تدارکات و تجهیزات دارویی به داخل ایران. به هیچ وجه از این نظر مورد تحریم قرار نگرفته ایران قبل از اینکه حتی مسئله ویروس کرونا پیش بیاد. خیلی خوب، بزنین بگیم ما مطمئن بشیم که همه کاری که ما انجام باید بدیم و میدیم تا بتونیم به اونا کمک کنیم. ایزوله شدن ایران باعث شده که ایران کمترین مقدار ممکنه شفافیت داشته باشه و ویروس کرونا هم در نتیجه ما نمیدونیم نتیجه چیه. این آمریکا رو امتر نکرده. خب زمان آقای مکال، لطفا صحبت کنید. آقای رئیس سپاسگزارم. آقای وزیر، همونطوری گفتم سنا یک قانونی رو، قانون قدرت‌های جنگی رو تصویب کرد، چند هفته دیگه میره به مجلس نمایندگان که به ایالات متحده میگه از خصومت با ایران دست برداره. بنابراین به نظر من این بر اساس یک فرض نامناسب، پیش فرض نامناسبه. آیا ما به نظر شما علیه ایران داریم خصومت به خرج میدیم؟ به هیچ وجه. موضع ما در رابطه با رفتار حکومت اسلامی ایران، ما میخوایم بازدارندی بکنیم و حفاظت از منافع آمریکا. بسیار خوب. در بزرگ چه پیامی رو میفرسته این تصمیم کنگره به ایران؟ از به عنوان یک عضو سابق کنگره من همیشه معتقدم که باید شما نظر در واقع ردندگان رو بدید. اعضای کنگره یه مسئولیتی دارن که این کار بکنن، ولی به هر حال این مورد هست که گرداگرد جهان رهبران متوجه هستن موقعی که
یک دیدگاه هماهنگی نیست در دولت آمریکا و سیاست آمریکا در واقع موقعی خوبه و خوب کارسازه که در واقع دیدگاه یکسانی باشه از نظر سیاست خارجی. من از همه مؤکدن میخوام که هماهنگ بشید با سیاست آمریکا در این زمینه و کمک بکنید به این که کمک بکنید به تغییر رفتار رژیم ایران. خیلی ضروریه و همینطور به نفع منافع آمریکاست. بله. خب یک قدرت قانون اساسی درسته کنگره داره، ولی من مطمئنم که و بنابراین باورم که پرزیدنت هم رئیس جمهوری هم این حق رو داره که بتونه دفاع بکنه از این مملکت، همونطوری که استفاده شده قبلا در زمان اوباما. واشنگتن پست گزارش داده بود که نیروی قدس به شدت بازداشته شده از اقدامات تلافی جنایی بیشتر علیه ایالات متحده، به ویژه بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی. آیا میتونید بگید که رفتار ایران بعد از کشته شدن سلیمانی تغییر کرده؟ بهتره که در یه جلسه محرمانه عنوان بشه این مسئله، ولی من میتونم به صورت غیر محرمانه این رو بگم که اونا متوجه هستند که جدیت اقدام آمریکا رو، رهبران ایران که تونستن که ما تونستیم در واقع این هجوم رو انجام بدیم علیه سلیمانی، و من خوشحالم از جدیتی که دولت آقای ترامپ در واقع به خرج داد و نشون داد برای حمایت از و حفاظت از منافع ما، و نشون دادیم آمادگی خودمون رو برای اینکه باز بداریم رفتار نابکارانه ایران رو جلوش رو بگیریم. و پرسش آخرم، آیا شما بر این باورید که از لحاظ تهدیدهایی در آینده، حالا بستگی داره، من نمیگم چه زمانی، منظورم چارچوب زمانی نمیگم، آیا فکر می‌کنید که قاسم سلیمانی که می‌خواست انجام بده کاری بکنه که آمریکایی‌ها بیشتری رو بکشه احتمالاً در عراق؟ 100%، 100%. و در یک چارچوب کوتاه مدتی او در منطقه بود، فعالانه داشت توطئه چینی میکرد که آمریکاییان رو در منطقه بکشه. بنابراین به این ترتیب رئیس جمهوری اگر هیچ کاری نمیکرد تعداد آمریکایی‌ها بسیار بیشتری کشته میشدن و ما شاید شرایط گرگانگیری 1979 رو، یعنی سال 58 رو میدوشیم، و اگر کاری نمیکرد رئیس جمهوری محکوم میشد. من معتقدم که باید این حمله رو به قاسم سلیمانی انجام میدادیم که خطری که متوجه آمریکایی هاست کمتر بشه. پرزیدنت ترامپ تصمیم نهایی رو گرفت و در واقع میزان خطر رو کم کردیم، کوتاه مدت و دراز مدت در رابطه با منافع آمریکا. بنابراین مردم آمریکا و از همه مهمتر دیپلمات ها و سربازان ما در منطقه 100% ایمنتر هستن به خاطر این تصمیمی که پرزیدنت ترامپ گرفت. آیا موافقی ما این هم؟ بله، بدون تردید. من فقط میخوام در پایین این رو بگم، ما در برای برخی از این گفتگوها در کاخ سفید بودیم. پرزیدنت خیلی خیلی روشن و مشخص گفت من نمیخوام برم با ایران بجنگم. بارها و بارها اینو تکرار کرد و من هنوز هم بر این باورم که ایشون به این اعتقاد داره. من شاهد خیشتنداری بسیار بسیار بزرگی بودم. ما دیدیم که ایشون چگونه به مسئله سرنگونی پهپاد ایالات متحده توسط ایرانی‌ها نشون داد، یکی از دارایی‌های ایالات متحده بود. بعد 50% از توانایی‌های پالایشگاه‌های نفتی عربستان سعودی در واقع از کار خارج شد و ما دیدیم، من تصویرش رو نشوندم، حملات جدی علیه سفارت ما در سفارت آمریکا نمیتونه بدون واکنش رها بشه. من بارها دیدم پرزیدنت چقدر خیشتنداری کرده جمهوری آمریکا، اما فکر میکنم با وقتی که حمله کردن به سفارت ما و یک پیمانکار رو کشتن و 3 نفر رو زخمی کردن، اون خط قرمز رو رد کردن. علاوه بر اون صدها سرباز آمریکایی که سلیمانی کشته بود و حتی بعضیشون معلول کرد، یکیشون اینجا هست دیگه الان متاسفانه پا نداره، آقای مس، اونم به خاطر کار سلیمانی، بزرگترین تروریستی که در خاورمیانه بود از زمان بن لادن. و من فکر می‌کنم آقای وزیر، جهان بسیار بدون بود بدون قاسم سلیمانی امن‌تره. آقای میکس شما بفرمایید. بله آقای رئیس بفرمایید. هر بار که شما اینجا شهادت میدید، من نمیتونم به فکر اون روزهایی باشم که شما این ور نشسته بودی، یعنی در کنگره بودی. من قشنگ به روشنی یادمه شما با آقای وزیر خارجه کلینتون در دوران بنغازی حمله میکردید. ایشون خودش داوطلبانه اومده بود اینجا، ایشون نشست 11 ساعت اینجا نشست، اما شما، ما باید زمین و آسمون رو به هم میدوختیم تا شما تشریف بیارین اینجا امروز. فقط برای چی؟ 2 ساعت، فقط برای 2 ساعت. برای من این نشون میده، این به من نشون میده چقدر بی اهمیتی شما به نقش نظارتی کنگره ایالات متحده.
این روشنه که دولت ترامپ، تصمیم دولت ترامپ در قبال ایران بسیار بی‌توجهانه، غیر مسئولانه بوده. حتی بعد از اینکه ایران جایی شده که در واقع مرکز شیوع ویروس کرونا بود و داره همه گیر میشه، فقط امروز گفتی 2 ساعت من میام. بعد از اینکه به قاسم سلیمانی حمله شد، مجلس نمایندگان عراق یک قدنامه رو تایید کرد که گفتش که نیروهای آمریکایی از عراق بیرون بشن، اخراج بشن. دقیقاً همون چیزیه که قاسم سلیمانی می‌خواست انجام بده. 20 سال بود که سلیمانی می‌خواست این کارو بکنه. کاری بکنی که روابط ایالات متحده با عراق به ورطه سقوط بیفته، و این مسئله به نفع ایالات متحده آمریکا نیست. اقدامات، لیست اقداماتی، فهرست اقداماتی که انجام داده شده که احتمالاً غیر قانونی بوده در این دولت، همینجوری بلند و بلندتر میشه. اما با این حال این دولت حاضر نشده پاسخهای شفاف و صادقانه بده، از جمله خارج شدن از برجام بدون راهبرد، رها کردن کردها بدون راهبرد، کشتن منافع، کشتن سلیمانی بدون راهبرد، و همینطور کارهای دیگه امریکا در قبال ایران، مهار کردن ندادن یا امتناع از دادن ویزا به وزیر خارجه ایران برای ورود به سازمان ملل متحد، هیچ استراتژی نبوده. ما رها کردن عراق بدون هیچ راهبردی. هیچ کس اینجا برای مرگ سلیمانی عزادار نیست، اما این دقیقاً به شکل قابل پیشبینی کشتن اون باعث شده که تمام اهداف ما رو تضعیف کنه و هیچ کاری نکرده که آمریکا رو ایمنتر کنه. من خیلی مسائل دیگه است، ای کاش میدونستم بپرسم، ولی متاسفانه باید خیلی از وقتم رو از دست بدم. چرا؟ برای اینکه شما فقط 2 ساعت اینجا هستین. من نمیتونم از تمام 5 دقیقه استفاده کنم، برای اینکه همکارانم هم میخوان سوالاشو بپرسن. حالا من وقتم رو میدم به آقای رئیس. Mr. Secretary, آقای وزیر، 2.5 ماه طول کشید تا شما بیایید اینجا و در حضور این کمیته بایستید و توضیح بدید اقداماتی که در روز 3 ژانویه انجام شد. امروز جهان با یک بحران شیوع جهانی کرونا روبروست. آیا شما هفته آینده میایید اینجا به ما بگید که تلاش بین‌المللی ما چیه با همکارانمون که برای کرونا میخوان چیکار، یا 2.5 ماه دیگه طول میکشه؟ بله یا نه؟ ما کنگره رو بهش اطلاع دادیم، 70 بار راجع به ایران با کنگره صحبت کردیم. من پرسشم در مورد ویروس کرونا است و اینکه آیا شما ما هفته دیگه میایید اینجا یا نه، ما باید مثلا با تمرکزمون بر کرونا قرار بدیم یا نه. من حاضرم با شما همکاری کنم تا یه وقتی پیدا کنیم که بتونیم بیایم صحبت بکنیم. بله، من دارم الان زمانم بازه دارم از زمان خودم استفاده میکنم. آقا شما ما رو به 2 ساعت محدود کردید. آقای خانم وزیر کلینتون 11 ساعت اینجا بود. شما باید به قوانین این کمیته بایستید، همونطوری که شما که اینجا بودین اونم اعمال میکردین. این زمان منه، خواهش میکنم بذارین حرفشو بزنه. آقای رئیس، زمان من قطع شد توسط همکارمون. خواهش میکنم اینجا نظم برقرار بشه. آقایی که از کالیفرنیا است میتونه، نماینده کالیفرنیا میتونه صحبت کنه. بله، 110 تن از نیروهای ما از آسیب مغزی آسیب دیدن. پنتاگون فکر میکرد که حتی از اینم بدتر باشه، اما روز بعد از اینکه این اتفاق افتاد و 110 نفر آسیب دیدن از نیروهای ما، رئیس جمهوری گفت نه، هیچ آمریکایی در حمله شب گذشته توسط رژیم ایران آسیب ندیده. 19 روز بعد از اون آسیب دیدگی ها، پرزیدنت گفت که من شنیدم یه خود سردرد دارن، میتونم بهتون بگم که خیلی جدی نیست. 30 نفر از اونها هنوز توی بیمارستانن و همه اونها تمام عمرشون آسیب میبینن یا باید مورد معاینه قرار بگیرن به خاطر آسیب مغزیشون. آقای وزیر، آیا شما میخواین از این فرصت استفاده کنید؟ یک جواب بله یا نه. امروز اینجا هستید، میتونید میخواین از اونها عذرخواهی بکنید به خاطر دست کم گرفتن آسیب دیگیشون؟ من هرگز دست کم نمیگیرم. آیا میخواین از جانب دولت عذرخواهی بکنین؟ آقا من هرگز کم اهمیت نمیدم. شما بخشی از این دولت هستین، شما دارین بجای این دولت حرف میزنین، به نمایندگی دولت. آیا میخواین به خاطر دست کم گرفتن اونها آسیب ببینید؟ آیا میخواید من جواب بدم؟ من خوشحال میشم پاسخ بدم. فقط اجازه بدید من یه دقیقه صحبت بکنم. ما جدی میگیریم.
زندگی هر سرباز آمریکایی را. برای همین سیاست‌های مربوط به ایران را اتخاذ کردیم. بله، زمان آقا منقضی شد. آقای اسمیت شما بفرمایید. خیلی سپاسگزارم آقا رئیس. من واقعا ناامیدم از بعضی از رفتار همکارانم به خاطر بی احترامی که به شما میکنم به عنوان وزیر خارجه. من فکر میکنم شما کار خارق‌العاده ای انجام دادید. جهان یک جایی است که شما در واقع در همه جاش حضور داشتید و این رهبری این در واقع با پرزیدنت که در رأس قرار داره، شما هم رهبر این کشور، رهبری این کشور، رهبری جهان رو در دست داشتید. من و به از جانب خیلی از همکارانم و بسیار از آمریکایی‌ها میخوام از صداقت و شفافیت شما سپاسگزاری کنم و فکر می‌کنم بعضی این واقعا ناامیدم از این کاری که کردن بعضی از همکارانم و کنترل از دست خارج شد. همونطوری که میدونید عراق و سوریه در واقع یه قانونی تصویب شده، قانون نسل‌کشی، ضد نسل‌کشی در عراق و سوریه اجازه میداد که کمک بشه، کمک‌های بشررسانه بشه به اونهایی که قربانی داعشی‌ها بودن، در واقع در رأس اونها یزیدی‌ها، ایزدی‌ها و مسیحی‌ها، مثلا در سنجار و جای دیگه. یکی از چیزهایی بودش که معاون رئیس جمهوری قبلا ایشون در سال 2018 دستور داده بود، اما الان به نظر میرسه که بازم میگم نیروهای مورد حمایت ایران، یعنی بسیج مردمی یا هشت شعبی مورد حمایت ایران، قصد نداره اون منطقه دشت رو، نه منطقه دشت نینوا رو ترک بکنه و در نتیجه به خاطر وابستگی دولت بغداد به تهرانه. و من میخوام ارزیابی خودتون رو از این سازمان خوشنطامی، یعنی هشت شعبی یا سازمان‌های خوشنطامی صحبت بکنید در نینوا، و آیا سیاست ما تغییر دادن اون، ما داریم چه کار میکنیم برای اینکه اون تغییر پیدا کنه، و آیا حمایت میکنید از یک دستوری یا حمایت میکنید از دستوری که کمک بکنه جابجا بکنه اون اقلیت‌های اربیل رو، اقلیت‌ها رو در اربیل. اینم بگم من ریاست 10 کنگره رو داشتم، 10 کنگره، 10 کمیته کنگره رو داشتم اون موقعی که باراک اوباما حاضر شد کمک بکنه به اون کسانی که از قتل عام داعش فرار میکردن. من اینجا بودم، ایشون 10 دقیقه اومدن و از کنسولگری ما در اربیل بود. آخرش وقتی فهمیدم من دارم میرم اونجا، اومدم بالاخره با اون ملاقات کردم، ولی اون کمک رو ارائه ندادن. کمک کردن ما با کمک با همکاران حزب مخالفمون در جاهای دیگه در کنگره تونستیم بگیم دیگه بس، باید این کارو بکنیم. اما شما و اید یو اس اید اومده کمک کرده، هم از شما، هم از پرزیدنت و هم از وایس پرزیدنت تشکر میکنم. سه تا سوال فکر کنم مطرح کردید. آخرین بود که آیا ما کار خواهیم کرد رو تغییر سیاست؟ بله. مسئله اصلی اینه که این شبه نظامیانی که در اونجا هستن، خب طبعا یک مسئله ایه که ما راجبش خیلی کار کردیم. سفیر دوممون در عراق و من خیلی سخت کوشیدیم در این زمینه، ولی هنوز موفق نشدیم. البته وعده های مداومی داشتیم از دولت عراق که اون مسئله رو چاره اندیشه خواهد کرد و اجازه خواهد داد نیروهای امنیتی بتونن طبعا این کمک ها رو به مسیحیان و ایزدی ها و دیگران برسونن، ولی ما تا حدی یه توفیقی داشتیم، موفقیتی داشتیم، ولی ما احتیاج داریم که در واقع این شبه نظامیان نظامی در واقع در این مسئله باشن، به خصوص اگه بخوایم به شمال عراق برسیم. باید دولت عراق رو متقاعد بکنیم که باید دولتی باشه که حاضر باشه حاکمیت خودش رو به کار ببره و اون شبه نظامیان شیعه رو در واقع پس برونه. بله، یک بار دیگه میخوام بگم آقای وزیر خارجه، خواهش میکنم از این جلسه که خارج شدید، بعد میدونید که بعضی از اظهاراتی کردن در واقع باید لحنشون آرامتر میشد. شما صادق بودید، خیلی مستقیم حرفتون رو زدید و همونطور که دوست خوبم مایکل مکال گفت، کشتن سلیمانی که در زمان کشتنش در ایران نبود، ایشون در واقع یک خصم بود، یک دشمن بود و داشت دستور میداد که میدونید که 600 خورده این نفر رو کشتن و هزاران نفر دیگه به خاطر بمب‌های دستساز و بمب‌های کنار جاده ای و اینا زخمی و کشته شدن. بله، آقای کیدینز بفرمایید صحبت کنید. آقای رئیس، آقای وزیر خارجه، خیلی سپاسگزارم که اومدین. آقای وزیر، خیلی منصفانه است که بگیم شما با آقای رئیس جمهور صحبت میکنین. این سوال سختی نیست. بله. بله، این بهترین سوالی که تا حالا از شما پرسیده شده، درسته؟ بله، واقع، درسته، بهترین سوال. و خوش آمد بگم همچین سوالی. هیچ وقت شنیدین که رئیس جمهوری امریکا بگه حالا ببینیم چی میشه؟ هیچ وقت شنیدین اینو بگه؟
بله. من بارها خودم اینو گفتم، خودم هم گفتم باید ببینیم چی پیش میاد. عجب، ما میدونیم که شما هم پس تو همون تیمین. من به پسرم مرتب میگم اینو. بله. در این نشون میدین که بله شما یه مسیر رو ادامه میدین. در اون صحبت اولتون هم گفتین. بله من این باید بهتون میگم بارها و بارها اون چیزی که ما داریم میگیریم، دریافت میکنیم، این رفتاری که انجام میشه، هم پیمانان ما دارن میگن، ما همش میگیم خب ببینیم چی میشه. همین دیشب بعد از اینکه پرزیدنت ترامپ ما رو از مسئله سوریه خارج کرد، همین دیشب ما فهمیدیم که وضعیت داره تشدید میشه، بدتر میشه. ترکیه الان میخواد از ماده 4 قرارداد ناتو و شاید هم مثلا بره به ماده 5 ناتو، پیمان ناتو، که بره هم پیمانان رو بیاره اونجا و وارد جنگ کنه. و من میبینم که بازم همون حرفو میزنیم. حالا ببینیم چی میشه. من دارم میبینم در مورد کره شمالی هم همین صحبت کرد. وقتی که صحبت میکرد میگفت حالا ما داریم حرف میزنیم، ما داریم گفتگو میکنیم، چند تا نامه عاشقانه برام نوشتیم. حالا ببینیم چی میشه. مسئله الان ببینیم تشدید مسئله موشکیشون و هسته‌ایشون. ما دیدیم با خروج از برجام در مورد ایران، ما دیدیم گفتن خب ما خارج شدیم، حالا ببینیم چی میشه، حالا ببینیم اونا چیکار میکنن. و الان داریم میبینیم که اونا دارن دوباره غنی سازی میکنن، بیشتر هم غنی سازی میکنن و دارن برنامه‌شون رو پیش میبرن. بنابراین این برنامه ادامه مسیر پایداری. من الان از کنفرانس امنیتی مونیخ اومدم، اونا دارن، همپیمانان ما دارن به ما میگن ما نسبت به تعهد شما مطمئن نیستیم به عنوان کشور. و این در واقع اگه من واقعا میخواستم یه ساعت داشتم در مورد سیاست شما، این بود که حالا ببینیم، مالا ببینیم کی چه اتفاقی میفته. من نگرانم، نگران این عدم ادامه، عدم تداوم هستم، استمرار هستم. وقتی که میبینیم مسئله ویروس کرونا جلو پیش اومد، بازم رئیس جمهور گفت حالا ببینیم چی میشه، هوا گرم میشه، واکسن داره درست میشه، وضعیت خوبه، ببینیم چی میشه. این ببینیم چی میشه در واقع استمرار نیست. حالا بعد از اتفاقات دیشب، مسائل دیشب، ما الان دوباره باید به کار ما ادامه بدیم. باید ببینیم در سوریه چه خبره. ما اون وقت از سازمان ملل میخوایم خواهش کنیم وارد عمل بشه، بعد دوباره به ناتو بگیم وارد عمل بشه، هم پیمانانمون وارد عمل بشن. ما اونا رو ول کردیم در سوریه به حال خودشون. وقتی که پرزیدنت تصمیم گرفت، اون تصمیم گرفت که خارج بشه، حتی دولت خود شما به ما گفت که یک اشتباه بود که به هم پیمانانمون اطلاع ندادیم. بنابراین من فقط اینو میخوام بگم، سیاست باید تغییر بکنه، چرا که اینی که ببینیم حالا چی میشه اتفاق نمیفته، هیچی نمیشه. آقای دویچ صحبت بفرمایید. سپاسگزارم از دوستم از ماساچوست. آقای وزیر سپاسگزارم که اینجا هستید. نخست میخوام اول از این فرصت استفاده بکنم و بگم که شما هر کاری که میتونیم بکنید بیارین و باب لوینسون رو به خانه بیارین و نزد خانوادهشون. من وقت زیادی ندارم برای اینکه حرف بزنم، فقط میخوام یه چیزی رو که با شما در میون بذارم، چیزی که خیلی از ما احساس میکنیم. آقای وزیر، مردم آمریکا دارن بیش از پیش دارن نگران مسئله ویروس کرونا میشن. ما هر دقیقه، هر روز دارن با ما تماس میگیرن، تماس تلفنی. مردم خیلی نگرانن و وقتی که پیام های ضد و نقیض میشنون، نمیدونن چه نتیجه ای بگیرن از این پیام ها. بنابراین آقای پومپئو، هر اطلاعات نادرستی بده. یک الگوی تکراری از ارائه اطلاعات نادرست سیستم ما رو، نظام ما رو تضعیف میکنه. وقتی پرزیدنت ما، رئیس جمهوری ما، در مورد جمعیت حاضر در مراسم تحلیلش دروغ گفت، خجالت آور بود. باور نمیشد کرد که ایشون اومد و نقشه هاریکین، نقشه گردباد رو، توفند رو در واقع تغییر داد. وقتی گفتن که 110 سرباز آمریکایی آسیب مغزی دیدن، وقتی رئیس جمهور گفتش که فقط سردرده، باور نمیشد کرد. اما الان ما با ویروس کرونا روبرو هستیم و پرزیدنت به ما داره میگه که یه واکسن تقریبا حاضره، اما نیست. و او به ما میگه که هوای گرم که بیاد به صورت معجزه آسایی مسئله رو حل میکنه، همه چیزو درست میکنه. نمیکنه. این فقط به حمایت حامیان رئیس جمهوری در رالی های انتخاباتیش تأثیر نمیذاره. فقط دموکرات هایی که در انتخابات مقدماتی رئیس جمهور شرکت میکنن اثر نمیذاره. این ویروس به همه کسایی که در آمریکا هستن اثر میذاره و این از سیاست مهمتره. آقای وزیر، این دولت باید بهتر عمل کنه. آقای شابت صحبت. آقای رئیس سپاسگزارم.
آقای وزیر سپاسگزارم که امروز اینجا هستید. ما خیلی سپاسگزاریم از بودنتون اینجا. وضعیت بشر دوستانه در استان ادلب سوریه خیلی نگران کننده است. مردم غیر نظامیان بیگناه، زنان و کودکان قتل عام شدن اونجا. آیا میتونید به ما بگید که ایران یا نیروهای نیابتیش اونجا در اونجا چه نقشی دارن یا چه نقشی داشتن در مورد این مسئله حملات مداوم به غیر نظامیان؟ به طور مداوم از تصمیم دولت قبلی که اجازه داد که روسها وارد سوریه بشن، همراه با تاریخ دراز مدت نفوذ ایران در بخشای سوریه، این ما رو رسونده به وضعیتی که در حال حاضر درش هستیم. میتونید ببینید حملات اسرائیل به ایرانیا در سوریه، کاری که دولت آمریکا میکنه در شمال و شمال شرقی سوریه. ما یک مسئله و معضل عمده ایرانی داریم در داخل سوریه. این حملاتی که رهبریش به عهده دولت سوریه بود، حزب الله تحت حمایت ایران هم کمک کرد طبعا همراه با روس‌ها، همه این حملات الان باعث شده که در واقع یک فاجعه انسانی به بار بیاد و برمیگرده ما رو به حالتی که چند سال قبل دیدیم. تا 1.1 میلیون نفر اونجا جاکن شدن در اون قسمت شمال شرقی سوریه. بسیاری از اونها جاکن شدن، ریشه‌کن شدن از خونه و کاشانه. بسیاری از اونها کشته خواهند شد. مأموریت ما این بوده که از نظر دیپلماتیک بوده که طرفا به آتش بس دست پیدا بکنن. ما قطعنامه شورای امنیت رو داریم که متاسفانه رژیم به هیچ وجه و ایرانی ها به هیچ وجه از تبعیت نخواهد کرد. قطعنامه 2254 ما نتونستیم در این زمینه پیشرفت حاصل بکنیم، ولی بر زعم این مسائل تلاش کردیم کاری رو که میتونیم بکنیم، سعی کنیم تثبیت کنیم وضعیت و کمک های آمریکا رو برسونیم در سراسر منطقه. مواد غذایی، مواد دارویی رو از طریق سازمان عمران آمریکا به اونجا برسونیم تا بتونن تا پس رونده بشه فعالیت های ایرانی ها، سوریه ها و روس ها در این جهنمی که اسمش سوریه است. سپاسگزارم. تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران سال آینده منقضی میشه. آیا همپیمانان اروپایی ما متحد هستن نسبت به تمدید این تحریم تسلیحاتی و اینکه ما چطور میتونیم بر چین و روسیه اعمال فشار کنیم تا اونا با ما همکاری کنن؟ بله. یکی از ایرادهای اصلی برجام این بود که شما کوتاه زمانی بود برای خیلی از مسائل مندرج در اون برجام. مثلا همین اکتبر امسال تموم میشه، بعضی از بخشای برجام از اعتبار میفته و این موشک هایی که در واقع سربازان آمریکایی ما رو مورد رگبار قرار میگیره، تا ماه از ماه اکتبر بعد میشه قشنگ به صورت قانونی طرفایی که میخوان به ایران بفروشن. یه ایراد بزرگه در برجام و بود در برجام. بنابراین با اروپایا کار میکنیم. ساختاره نظامی چین و روسیه به ایران فروخته خواهد شد. من مطمئنم از الان دارن خودشون آماده میکنن که سامانهای نظامی رو از ماه اکتبر بعد به ایران برسونن. ولی ما کار خواهیم کرد در سازمان ملل، متقاعد خواهیم کرد، سعی میکنیم متقاعد کنیم چین و روسیه رو که تبعیت کنن از قطعنامه و همینطور از همکاران اروپاییمون، قطعنامه‌داران اروپایی میخواهیم که در واقع کمک بکنن به ما که مبادا تسلیحات داده بشه به دولت شماره یک حامی تروریسم. سپاسگزارم. حزب الله لبنان، نیروی نیابتی ایران در لبنان، این دولت، فشار حداکثری این دولت بر ایران چطور تونسته بر توانایی ایران از حمایت از حزب الله اثر تاثیر داشته؟ البته، ولی نه به اندازه کافی. یک تغییر در واقع تغییر بوده که اونا بتونن صدمه بزنن، ولی به هر حال نتونستیم در واقع به اون سرمایه‌ای که اونا به دست میارن، منابعی که به دست میارن، کاملا به اون مسئله برسیم. البته کار زیادی در این زمینه باقی مونده. تلاش دیپلماتیک به کار بردیم برای تشکیل یک ائتلاف برای حمایت از دولت لبنان که بتونه اصلاحات لازمی رو که میبینید، ببینید تظاهرات رو در لبنان، در بیروت میبینید و در خارج از لبنان، مردم لبنان دل سرد شدن، دل
از ایران و حزب الله به تنگ اومدن مردم لبنان. همینطور در میدان التحریر بغداد در عراق میبینید اعتراضات. اینا ضد خروج آمریکا از ایران نیست، به خاطر اینکه میخوان یه دولتی داشته باشن که ایران روش نفوذ نداشته باشه و هدف دیپلماتیک ما اینه که بتونیم کمک بکنیم به این مسئله که یه گذاری رو تأثیر ببخشیم که خارج بشه از کنترل حزب الله و کنترل ایران و تبدیل بشه به دولتی که واقعا حاکمیت کامل خودش باشه و مردمش هم مفتخر باشن. خب سپاسگزارم. من میخوام آقای فلیپ صحبت کنه، اما قبل از اون میخوام این حقیقت رو در موردش صحبت کنم که اونچه در استان ادلب در سوریه داره اتفاق میفته قلب من رو شکسته و جهان و به ویژه کشور ما نمیتونه همینجوری دست روی دست بگذاره و ببینه که چطور پوتین و اردوغان دارن مردم رو میکشن. این قلب من رو شکسته و این برای مردم نسبت به مردم سوریه منصفانه نیست، واقعا جنایت و وحشتناکیه. ای کاش وقت بیشتری داشتیم در موردش صحبت میکردیم. آقای فلیپ بفرمایید. سپاسگزارم آقای رئیس. آقای وزیر خوش آمدید، سپاسگزارم از خدماتتون. من در مینسوتا رای دهندگان به من میدونن، کسانی که من نمایندشون هستم میدونن که دیپلماسی ایالات متحده برای امن نگه داشتن مردم بسیار مهمه، اما اونا نگرانن، بسیار بسیار نگرانن. اونا از احتمال واکنش بسیار بسیار بزرگتری از سوی ایران در واقع نگران هستند و بسیار بسیار وحشت زدن از بابت ویروس کرونا و متاسفانه همینطور دارن اعتمادشون رو نسبت به توانایی این دولت برای رسیدگی به این موضوع از دست میدن. آیا میتونیم به کسانی که من نمیدونم بگین که هر کاری گردستون برمیاد در جهان و در خانه انجام دادین تا اونا رو در برابر ویروس کرونا ایمن نگه دارید؟ من مطمئن هستم که این دولت اقدامات لازم رو معمول کرده که ریسک ویروس کرونا رو پایین ببره. این یک مسئله بسیار بغرنجیه. وزارت منم بخشی از این مسائل رو بر عهده داره تا به آمریکاییان رو از ووهان در چین خارج بکنیم، نه فقط دیپلمات‌هامون رو و بلکه آدمای غیر نظامی رو هم خارج کنیم از شهر ووهان که واقعا یک سنت دیپلماتیک به صورت خیلی خوبی اجرا شد برای خارج کردن اون آدما و با استحکام انجام شد که آمریکاییان رو از چین به آمریکا برگردونیم به صورت امن. دیپلمات‌های الان در چین داریم و می‌خوایم مطمئن بشیم که اونا در امان باقی بمونن تا بتونن تمام کاراشون انجام بدن که اونا کمک بکنن به اینکه چگونه چین برخورد کنه با این مسئله. بسیار خوب. ولی خب این چیزی که گفتین رو چطور میتونین با اون بودجه‌ای که به ما دادین در واقع توجیه کنین؟ شما در بودجهتون بیش از 50% بودجه سازمان بهداشت جهانی رو کاهش دادین، مرکز کنترل بیماری ها رو در واقع 40% کاهش دادین. چطور میتونین این رو با اون یکی توجیه کنین؟ پول زیادی خواهیم داشت. ما پول زیادی خواهیم داشت. بله، من مطمئن هستم. یعنی شما منابع کافی دارین، هر کاری که ازتون برمیاد دارین انجام میدین. 40% کاهش بودجه برای شما کافیه؟ یعنی میتونیم با یک اپیدمی جهانی که در برابر ما داره، من به شما تعهد میدم ما موقعی که منابع لازم رو دنبالش جویا و پویاشون باشیم میتونیم تقریباً دنبال اون منابع میریم، میام سراغ شما و بعد این کار رو خواهیم کرد، تحویل خواهیم داد خدمات لازم رو. آیا میدونید چرا ما با توجه به این شرایط کاهش این بودجه عجیبه؟ من اطمینان کامل دارم که منابع لازم رو خواهیم داشت. منم نمیفهمم، منم توجیه نمیبینم برای این. خیلی متشکرم آقای فلیپس. آقای وزیر خوش آمدید. آقای وزیر بذارید اینو از شما بپرسم، یک پرسش سازمانی. علاوه بر کاهش پیشنهادی بودجه که به نظر میرسه در این زمان با توجه به اتفاقاتی که داره با ویروس کرونا میفته، در رابطه با ویروس کرونا میفته، عجیبه و غیر عادیه. من از این بابت نگرانم که ما سازیر ساختای مناسبی برای مقابله با یک همه‌گیری رو نداریم. در دولت قبلی ما این ساختار رو در زمان دولت قبلی برای ابولا را اندازه کردیم، بعد این رو حذف کردیم و در شورای با توجه به اون چیزی که اتفاقاتی که الان میفته و اون چیزی که ممکنه در سالهای آینده بیفته، ما نمیدونیم که چه اتفاقی میفته. آیا به نظر شما این تصمیم غیر عاقلانه ای نبود که یک سازمان هماهنگ کننده رو که الان لازم داریم اون رو حذف بکنیم؟ من نگاه کردم این مسئله رو از همون روزهای اول موقعی که اطلاع پیدا کردیم از ویروس کرونا، مشاهده کردم تمام انجام وظایف رو در وزارت خارجه، همطور در وزارت بهداشت، وزیر بهداشت آقای آذر. موقعی که رفتم اتیوپی، قزاقستان، ازبکستان، اونجا رفتم،
ما باید قدرتمون رو و توجهمون رو متمرکز بکنیم بر اقدامات ملموس. آقای وزیر جزو بدین تصریح کنیم هر تصمیمی که توسط این پرزیدنت و دولت گرفته شده در واقع البته آره ظاهرن. بله خب این تصریح شد. خیلی خب میخوام حالا اینو بهتون بگم. وقتی ما به واقعیت امروز نگاه میکنیم میبینیم که مسئله هماهنگیه، مسئله داشتن یک تمرکز در دولت فدراله که وظیفه اصلیش این ماموریت رسیدگی به این ماموریته و اون شخص و اون افراد شبکه‌ای داشته باشن با سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های بهداشت بین‌المللی در خط مقدم قرار دارن. من فکر می‌کنم که باید در همه‌گیری قبلی این کارو می‌کردیم، مثلا در دو مورد ایبولا. من فکر می‌کنم این الان خیلی جدی‌تر از لحاظ توانایی شیوعش، منظور ویروس کوراست. من فقط می‌خوام بدونم از دیدگاه شما، برای اینکه شما در واقع نظارت دارید بر این سازمان، آیا کمک نمی‌کنه یک نفر باشه مسئول این کار به طور مشخص؟ در من نگاه کردم تلاش‌های هماهنگ کننده اون گروهی رو که وزیر بهداشت هدایت میکنه، معاون ریاست جمهور هم اینطور، خانمی داری به نام دبرا برکس که اداره در واقع برنامه بهداشت عمومی در وزارت خارجه رو اداره کرده، بر عهده داشته اداره اون رو، و ما همه کار میکنیم و میخوایم تمام نهادهای ما هماهنگ کنند کار خودشون رو که گزارش هم بدن به آقای مایک پنس معاون ریاست جمهوری. وقتش رو تموم شد. خانم وگنر من اینجا هستم. خیلی متشکرم آقای رئیس. آقای وزیر پومپئو سپاسگزارم از زمانی که به اقتصاد دیدم روز صبح. در سوم ژانویه پرزیدنت ترامپ قاسم سلیمانی رو، یعنی تروریسم بیرحمانه قاسم سلیمانی که تعداد بیشماری از نیروهای ایالات متحده و نیروهای ائتلاف رو کشت و زخمی کرد رو از بین برد، به پایان رسوند. تهران برای مدت طولانی اجازه داده شده بود تا در مسئولیت کامل هر کاری میخواد علیه همپیمانان، منافع و نیروهای آمریکا انجام بده. من وقتی که دولت ما قاطعانه عمل کرد تا این عامل بازدارندگی رو در خاورمیانه دوباره برقرار بکنه بسیار افتخار کردم. همون موقعی که پرزیدنت اوباما در کشتن اسامه بن لادن در پاکستان موفق شد، اون موقع هم مفتخر بودم. این یک اقدام دفاعی بود برای حمله به یکی از قوی ترین نیرومندترین تروریست های جهان که داشت سازماندهی میکرد حملات رو علیه آمریکا، اون هم در خاک عراق، اون هم درست برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل. من از اقدام پرزیدنت به خاطر روشن کردن و مشخص کردن خط قرمز ما برای رژیم ایران سپاسگزارم. حمله به آمریکایی‌ها هرگز قابل قبول نیست و وقتی که جان آمریکایی‌ها در خطر باشه، اون موقع ایران پاسخگو خواهد بود به خاطر اقداماتش. خاورمیانه الان جای امتریه زمانی که آمریکا به صورت مشخص و مداوم در مقاصدش و اهدافش مشخص عمل بکنه امتره. سلیمانی همونطوری که گفتید، آقای سلیمانی رئیس نیروی قدس بود و الان کسی که جانشینش شده قاآنی در کشورهای شرق ایران حضور داشته، افغانستان، پاکستان و جمهوری های آسیای مرکزی حضور داشت و اون وقت سلیمانی در منطقه غربی ریاست داشت. آقای وزیر، آیا شما نگران هستید که حالا قاآنی بخواد فعالیت های شریرانه ایران رو در افغانستان توسعه بده و این دولت داره چطور با این تهدیدهایی که علیه منافع آمریکاست مقابله میکنه؟ من میتونم توضیحات بیشتر بدم راجع به فعالیت‌های ایران در افغانستان در یک جلسه محرمانه، ولی الان این رو میگم در این جلسه که البته هم مرزن، مرز طولانی هست، تاریخی هست، تاریخچه‌ای هست از فعالیت‌های جمهوری اسلامی در داخل افغانستان که برهم بزنه فعالیت‌های اونا رو. همین 6 روز اخیر ما کاهش مناقشه و خشونت دیدیم در افغانستان. البته داریم از نزدیک نگاه می‌کنیم که آیا جمهوری اسلامی ایران ممکنه اقدامات تازه‌ای رو پیش بکنه که خدشه‌دار بکنه فعالیت‌های ما رو برای سازش در افغانستان. و از همه مهم‌تر متوجه باشیم که آیا می‌خواد سربازان ما رو مورد خطر قرار بده، در معرض خطر خودش قرار بده در کابل و جای دیگه. البته این آقا این بخشی از اراضی متعلق به او خودشو قلمداد میکنه که متعلق به او از طریق نیروی قدس و گروه های دیگر. خیلی خوشحالم که شما دارین به این کار رسیدگی میکنین.
حملات سلیمانی چگونه تونست موقعیت ایران رو تغییر بده و آیا تونست اطلاعات عملیات اطلاعاتیش حمله به قاسم سلیمانی تونست اینو تغییر بده در ایران شرایط اطلاعاتی ایران رو؟ سلیمانی یک هدف استراتژیک بود، بازدارندگی استراتژیک بود که ناشی از اون مسئله بود. اون واقعا یک تروریست بود، خون آمریکاییان رو ریخته بود و قصد داشت که آمریکاییان بیشتری رو در آینده نزدیک بکشه سلیمانی، ولی همینطور مقامی داشت که بسیار نزدیک بود به آیت الله و هیچ کس وجود نداره که بتونه در واقع اون خلأ رو که سلیمانی پر میکرد بتونه الان پر بکنه. ولی این بازدارندگی استراتژیک ما این کار رو کرد. به هر حال البته محاسبه رو در داخل ایران تغییر داده. من متوجه مسئله خط قرمز هستم که شما عنوان کردید. برای جمهوری اسلامی ایران محاله که سورپریز شده باشه توسط اقدامی که پرزیدنت ترامپ انجام داد. ما قبلا گفته بودیم به ایرانی ها که از کف رفتن جان آمریکایان بهای گزاف برای ایران در بر خواهد داشت. ما می‌خواستیم متوجه بشیم که ایرانی ها بدونن آمریکا حاضر چه کار بکنه و موقع اقدام میکنیم که هماهنگ باشه با حرفی که قبل زدیم. خیلی سریع گزارش‌های رسانه‌ای این هفته نشون داد که معاون رئیس جمهوری ایران و جمله مقامات ارشد وزارت بهداشت ایران هر دوتاشون کرونا گرفتن. آیا شما میتونید در این مورد صحبت بکنید، در مورد این وضعیت بی‌ثبات ایران وقتی رهبری ایران در واقع رهبری سیاسی ایران در واقع اینجور مریضن و شاید حتی بمیرن؟ به ویژه آیا دولت هیچ نقشه‌ای داره، برنامه‌ای داره برای خلأ قدرت در ایران، خلأ رهبری در ایران؟ من اطلاعات زیادی ندارم. فراسوی اون چه که در گزارش‌های خبری دیدیم، کاری که بتونیم خواهیم کرد در زمینه کمک‌های نودوستانه برای کمک به مردم ایران تا بتونن نظام بهداشتشون رو در داخل کشور تقویت بکنن. خانم بمبرگر، سپاسگزارم آقای رئیس. آقا بعد از این حمله شما شخصی بودید که در این دولت داشتین صحبت میکردین و میگفتین که ما باید در اون زمان در جانبی سه جانبی ها سلیمانی میکشتیم. این صحبت های شماست. خب من اصلا میخونمش. شما گفتید که ما اطلاعات مشخص داریم در مورد تهدیدهای حتمی از جمله حمله به سفارتخانه ایالات متحده، نقطه سر خط. این روز 3 ژانویه، روز 10 ژانویه گفتین. تقریبا یک هفته وقت داشتین که نظرات واقعیت ها رو بگین، اما وقتی ما نگاه میکنیم به واقعیت ها، وقتی میگین که کشتن سلیمانی بسیار مهم بود برای مقابله با اقدامات شریرانه ایران، من فقط اینو میخوام بگم یک روز بعد از حمله کشتن سلیمانی رهبر ایران اومد معاونش رو، معاون سلیمانی به عنوان جانشینش گذاشت. اونا نه متوقف شدن نه کند شد سرعتشون. مگه حمله نکردن؟ موشک نزدن به ماها چند روز بعدش؟ پاسخ بله هست. در همون روزی که شما این صحبت رو کردید، شما یک اظهارات محرمانه رو در کنگره انجام دادین. من اونجا بودم. شما هیچ شواهد مدارکی ارائه ندادین برای این حتمی بودن این قضیه. نه، شواهدش به ما ارائه نشد. ما این کار کردیم. آقا هم شما هم من میدونیم که ادعای حتمی بودن بسیار مهم بود در توجیه اقدام این دولت برای این کاری کردی در کنگره. من گفتم که هیچ چیز در اون گزارش شما نبود. با اظهارات، اجازه بدین این خانم صحبت بکنه، با اظهارات، با اطلاعات ضد و نقیض خیلی سخته که مردم آمریکا باور کنن چه میگن، اما ما یک گزارش 1264 داریم و پرزیدنت باید مطابق قانون این گزارش رو بفرسته به کنگره و توجیه قانونیش نشون بده برای کشتن سلیمانی. و چون با توجه به ادعای دروغ گفتن به قانون به کنگره یک در واقع جرم محسوب میشه، من میگم شما بریم به اون گزارش. چند بار در این گزارش گفته که حتمی بوده حمله به ایالات متحده به سفارت آمریکا که با کشتن قاسم سلیمانی برطرف شده؟ پاسختون هیچیه. بنابراین گزارش خود شما با اون چیزی که شما برای جمهوری به مردم آمریکا گفته بارها بارها تناقض داره. شما گفتین تهدید حتمی بوده برای جان آمریکایی‌ها، حقیقت نداشت. وقتی که دولت جلوش رو، قانون جلوش رو گرفت که حقیقت رو بگه، شما اومدین و مطالبی که در موردش صحبت میشد رو نگفتین. آقای پومپو، یک گزارش دیگه در مورد ایران هستش که این یک شنبه باید منتشر بشه. یک قانونی که من نوشتم مجبور میکنه که اون منتشر بشه و برای مردم آمریکا شفافیت بیشتری است. اینکه شما چرا ما رو به خطر ورود جنگ انداختین و
این گزارش رو منتشر نکنید. آیا فکر می‌کنید این هست یا نه؟ ما همیشه بیشترین تلاشمون رو می‌کنیم که پیروی بکنیم از تمام منتظرات قانونی. چشم برای خوندن اینم. با توجه به اینکه این دولت همیشه مستمرن به طور مستمر داره میگه در مورد ویروس کرونا، ما می‌خوایم بدونیم، ما می‌خوایم اطلاعات معتبر و مداوم بشنویم در مورد شما، ولی مداوم ما نمی‌شنویم اطلاعات رو. آیا من می‌تونم پاسخ بدم؟ از من سوال نشد، ولی یک اشتباهاتی عنوان شد توسط بله آقای لبن. وقت مال شماست. مشکل اینجاست که ما وقت نداریم. بله آقا سمت چپتون شما یک نقشه می‌بینی، نقشه جهان رو همینجا. آیا میتونید به ما نشون بدین روی این نقشه کجا، تحت کدوم یکی از سفارتخانه های ما تحت خطر بوده، خطر حتمی بوده که شما مجبور بودین قاسم سلیمانی برای امنیت آمریکایی در روز 3 ژانویه بکشید؟ من خوشحال میشم پاسخ بدم به سوال شما. کدومشون؟ البته نمیتونم راجع به مواد چیزای محرمانه صحبت کنم. من میخوام از وقتم استفاده کنم. ما هممون میدونیم که سلیمانی آدم بدی بود، اما اون چیزی که من دارم در مورد صحبت میکنم اینه که تصمیمی که گرفته شد و به کشتن سه ژانویه انجامید و ما رو به ورطه جنگ کشون، شما نمیخواید به ما بگین کدوم سفارت تحت حمله میتونست باشه یا در خطر تحت؟ من نمیتونم اطلاعات محرمانه رو اینجا فاش بکنم. درسته، شما نمیتونین پشت این مسئله رو، پشت مسئله مطرح رمانه بودن پنهان بشید، برای اینکه اصلا وجود نداره چنین اطلاعاتی. این دولت داره به ما داستانهای ضد و نقیض تحویل میده. شما پرزیدنت و دیگران در مورد حوادث روز 3 ژانویه دارین اطلاعات با... در روز 10 ژانویه، همون روزی که شما اومدین در کنگره، پرزیدنت اینو گفت. من بر این باورم که احتمالاً 4 تا سفارتخونه میتونه تحت حمله قرار بگیره. دقیقاً همون روزی که شما اینجا بودید، منم اونجا بودم، در روز حمله سلیمانی، ما یک کلمه از شما نشنیدیم در مورد حمله به 4 تا سفارتخونه. چرا نه؟ چندین سفارت بود که تیم یا هیئت امنیتی من نگرانی داشت راجبش. ببینید آقا، نه ببینید، شما جواب منو نمیدین آقا. نه من از شما نخواستم اطلاعات محرمانه رو علنی کنید. من دارم خواهش میکنم اجازه بدین شاهد حرفشو بزن آقای رئیس. نه من میخوام آقای شاهد پاسخشو بده. امیدوارم وقتی که وقتمون تموم شد در پایان آقای وزیر موافقت کنه چند دقیقه بیشتر بمونم. من حاضر نیستم چند دقیقه اضافه بمونم، ولی الان حاضرم سوال شما پاسخ بدم. مشکل همینه آقای وزیر. 70 بار به کنگره اطلاع دادیم راجع به مسئله. آقا مسئله اینه، من اگر میتونستم اینجا میومدم و میگفتم که ایشون هیچ اطلاعاتی نداشت در مورد این. ما الان با مشکل بحران ویروس کرونا روبرو هستیم. این دولت 3 داستان 3 سناریو مختلف رو در مورد این گفته که میتونست جنگ ما رو وارد جنگ کنه. برای این عجیب نیست اگه مردم آمریکا نگرانن، برای اینکه این دولت بارها داره ثابت میکنه که نمیتونه در گفتن حقیقت قابل اطمینان باشه. آقای زلدن بفرمایید شما صحبت کنید. سپاسگزارم آقای رئیس، آقای وزیر سپاسگزارم. من اینجا متاسفم این جلسه استماع یه جوکه. شما دارین ازتون خیلی سوال میشه، هم کاران من دارن از شما میپرسن، دارن انتخاب میکنن. این حق انتخابش اینه که یا خودشون جوابتون رو بدن به جای شما جواب بدن، اگه یک ثانیه به نتونین جواب بدین، و یا اگه سعی هم بکنین جواب بدین میگن نه وقت خودمون رو میخوام حرف بزنیم. اول میخوام ازتون خواهش کنم هر سوالی که میخواین الان پاسخ بدین، از وقت من استفاده کنین و پاسخ بدین، چون ما الان شاهد این بودیم. کسایی که خونه هستین، ما 5 دقیقه گذشته دیدیم اون چیزی که دیدیم شرم‌آور بود. من اینو باید بگم آقای زلدن، اون چیزی که شرم‌آور بود این بود که ما نتونستیم بیشتر از 2 ساعت از آقای وزیر خارجه وقت بگیریم. این مایه شرمه، این شرم‌آور برای این کمیته. آقای زلدن بفرمایید. آقای وزیر شما بفرمایید. باید کارنامه جلسه امروز نشون بده که دولت آمریکا 70 بار در مورد ایران خبر داده، اطلاعات لازم رو داده به کنگره. بنابراین نمیتونید ادعا بکنید که ما در واقع تقسیم اطلاعات با شما نکردیم. مشارکت اطلاعات هر عضو کنگره دعوت شده به نشست‌های مختلف با وزیر دفاع، با رئیس ستاد مشترک، با افرادی از وزارت دادگستری و همینطور تشکیلات اطلاعاتی. همیشه ما اطلاعات لازم رو تمام این نهادها به شما دادم و من خوشحالم که اینجا باشم امروز. 2 ساعت بذارید فقط پاسخ بدم به سوالای قبلی در رابطه با سفارت ها.
که من مسئول امنیت اون سفارت ها هستم. طبعا در اون روزهایی که منتهی شد به این و حمله‌ای که به سلیمانی کردیم، تمام سفارت ما رفتن در حالت آماده باش شدید. منابع خودمون رو جابجا کردیم تا بتونیم پاسخگو باشیم و همینطور بتونیم هلیکوپترامون از نظر هوایی آماده کمک باشیم و همینطور بازدارندگی بکنیم در برابر حملات احتمالی به سفارتمون. و ما تهدید بالقوه حملات از سوی سلیمانی به سفارتخونه‌هایمون رو جدی گرفتیم و برابر این اقدامات رو پیشه کردیم. همین الان ما الان مامورانی داریم در بیروت، در بغداد، در سفارت‌هامون که تمام مدت در حالت خطر زندگی میکنن. ما همه تلاش‌ها رو میکنیم که جلوی این افزایش خطر بگیریم و حمله‌ای که به قاسم سلیمانی کردیم باعث شد که تمام ماموران ما در خارج الان امتر باشن. خیلی ممنون آقای وزیر. و هر کسی که امروز اینجا در این جلسه از شما سوال میپرسه عالیه. اگر اجازه بدن پاسخ پرسش‌هایی که میپرسن رو بدین. شما کارتون عالیه. من به شما افتخار میکنم. من افتخار میکنم که شما وزیر خارجه ما هستید. ما دیدیم که البغدادی کشته شد. ما دیدیم الریمی و الان در واقع خلافت داعش در عراق و سوریه از بین رفته. تصمیم ما برای انتقال سفارت ما از به اورشلیم و به رسمی شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان بسیار مهمه. ما داریم سیاست های شکست خورده اوباما رو داریم کنار میزنیم در مورد همراهی با اسرائیل. در زمینه میخوام پرسشم اینه، در زمینه تحریم های نفتی و از بین بردن قاسم سلیمانی و همینطور این مسئله، من میخوام اینو ببینم، میخوام این سوال برسم. به جای اینکه ببینیم نفت ایران داره از 1 میلیون به 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون بشکه میره، یا ببینیم 140 میلیون دلار در روز درآمد داره دولت ایران تا بتونه اقدامات بعدش رو شاهد باشه و تامین مالی کنه، ما ببینیم انقدر رفته پایین، صادرات رفته ایران به چند هزار بشکه رسیده و قاسم سلیمانی هم که بعدن کشتی. در مورد تصمیم این دولت برای کشتن قاسم سلیمانی، واقعا چیزهایی که من دارم در موردش میشنوم واقعا دیوانه واره. من گزارش های شنیدم میگن این اقدام بیش از حد بوده، شدیدتر از حد بوده. من سوالم اینه، در چه مقطعی میتونه در واقع در چارچوب مناسب باشه، واکنش متناسب باشه؟ 600 خورده ای سربازو کشته، بیش از هزاران سرباز آسیب دیدن و زخمی شدن توسط قاسم سلیمانی به دستور اون. طی روزهای قبل از کشتن قاسم سلیمانی ما شاهد حمله به سفارت آمریکا و در بغداد بودیم و بسیاری از غیر نظامیان ما هم کشته یا زخمی شدن. در چه مقطعی میتونیم بگیم چه اقدامی متناسبه برای کشتن بیش از 600 سرباز و زخمی کردن تعداد زیادی؟ مشکل اینه به نظر من که نمیتونن ببینن شما چه کار خوبی انجام دادی. من دیدم در جایی که الان یه متنی منتشر شده، دیدم آقای مکنلی در یک جلسه در پشت درهای بسته بود و ازشون پرسیدن که وزارت خارجه تحت ریاست پومپئو چجوری شده، گفتن بدتر بوده. ایشون شگفت زده شدن، گفته بودن که بدتر شده، تعجب کردن که آقای مکنلی گفته بود نه دقیقا بهترم شده. ایشون در واقع خودش از وزارت خارجه کنار رفته بود، انتظارشون بیان و شما رو در واقع محکوم کنن، سرزنش کنن، اما اینطور نشد. یک کمیته مجلس که بهش الان ما میگیم کمیته استیضاح مجلس، ایشون هم همین بود. من الان از همکارانم میخوام اجازه بدن شما پاسخاتون رو بدین. آقای خانم والد صحبت کنین. متشکرم آقای رئیس. آقای وزیر صبح شما بخیر. ما میدونیم که ایران تاریخچه طولانی از قتل تلافی جویانه داره. این چیزی که ما میتونیم موافق باشیم در موردش. این یکی از چیزهاییه که ایران خیلی خیلی خطرناک و غیر قابل پیشبینیه. درسته؟ بله کاملا درسته. آیا شما فکر میکنید که حملات انتقام گیرانه یا تلافی جویانه ایران علیه پایگاه آمریکا در حال که 100 خورده سرباز را آسیب زد، سرباز آمریکا، آخرین چیزی که ما میبینیم از اقدامات تلافی جویانه برای کشتن سلیمانی، بله یا نه؟ بله. دلیلی که خیلی وقتا تعمق میکنم، میخوام حتما پاسخی بدم که محرمانه نباشه. پس شما بر این باورین که این تموم شد، تمام پاسخاشو که ایران میخواست داد؟ من نگفتم اینا. من فکر میکنم که حمله به قاسم سلیمانی ضروری بود ولی کافی نبود. نه، من سوالم این نیست، من وقتم هم اینه، میخوام خودم استفاده کنم. ببینید سوال من اینه، آیا فکر میکنین حمله ای که ایرانی ها به پایگاه ها در عراق انجام دادن بعد از کشتن سلیمانی، آیا بعد از این دیگه چیزی نمیخوایم ببینیم؟ اقدام تلافی جویانه دیگه نمیبینیم؟ ما دیدیم که ایرانی ها اقدامات تلافی جویانه میکنن، تازه کردن بعد از اون. حالا نمیشه زیر شاید برچسب تلافی جویانه قرار داد.
این یک رژیم خودکامه 40 ساله انقلابی است. من با شما موافقم. من خیلی نگرانی هستم که احتمال داره یک تلافی‌جویی، اقدام تلافی‌جویانه بسیار وحشتناک و مرگبار اتفاق بیفته. ما میدونیم که ایران قبلا هم این کارو کرده، منتظر موده بعد تلافی کرده. یادتونه که در سال 1994 حزب الله اومد آمیا، مرکز یهودیان، مرکز جامعه یهودیان در بونس آیرس رو حمله کردش. این درست 2 سال بعد از کشتن اسرائیل توسط عباس کیو گفتن اتفاق افتاد. 2 سال بعد این انتقام رو گرفتن. ایران بلافاصله انتقام جویی نمیکنه، اونا صبورن. خیلی احمقانه است یا ساده لوحانه است اگه ما فکر کنیم که کاری که اونا کردن برای قتل در تلافی قتل ژنرالشون تموم شده. من واقعا نگران اینم که ایران دنبال اینن که دنبال یک فرصت های آسیب پذیری و تهدیدهای بیشتر برای آسیب رسوندن به آمریکایی ها باشه برای انتقام گرفتن در سالهای آینده. شما نگرانی؟ ما بسیار نگران ایران هستیم. به همین دلیله که ما یک کارزار استراتژیک داریم که مسیر رفتار ایران رو تغییر بدیم. بذار اینو بگم. من فکر میکنم هر روز که دیپلمات‌ها و نیروهای ما در سراسر جهان هستن به اونا فکر میکنم. بعضی از اونا رو من در کریسمس در آقای کودال که عضو کمیته است ملاقات کردیم باشون. اونا کار خطرناکی دارن و به خاطر همینه که رفتن. اما من نگرانم که ما با این کارمون شانس آسیب دیدن این افراد رو افزایش دادیم. من فکر میکنم که اونها دارن ایران یک اگه ایران بخواد انتقام بگیره ما ممکنه در مسیر خطرناک و غیر قابل پیشینی قرار بگیریم و مطمئنم که در اون صورت شما بار مسئولیت رو برات خواهید گرفت. حالا خانم عمر میخواد سوالشون رو بپرسه. سپاسگزارم. قربان من میخوام فقط این پرسش از شما بپرسم که آیا به اندازه کافی برای محافظت از آمریکایی ها از خطر انجام شده؟ نه. درست روز بعد از حمله وزارت خارجه شما یک هشداری رو برای همه شهروندان آمریکا صادر کردین که از عراق خارج شن. آیا نگرانی قبل از این حمله وجود داشت که ممکن آمریکایی ها مورد تلافی جویی قرار بگیرن؟ ما میدونستیم که آمریکاییانی که در حال سفر هستن. قربان یک پاسخ بله یا نه کافیه. اجازه بدید. میدونم ولی ما وقت نداریم آخه. پاسخ من جزئیات بیشتری میخواد. باید دقیق صحبت بکنم. معذرت میخوام ولی آقا شما هشدار دادید قبل از آیا شما قبل یا بعد از حمله به سفارتخونه هشدار دادین؟ کاملا آگاهی داشت. برای که ما داشتیم بله کسانی که در سفارتخونه هستن کار میکنن، اونایی که در خطر بودن گفتن که نه به اینا هشداری داده نشد. امیدوارم که شما نمیگی اونا دروغ میگن. آیا شما میدونستید؟ آیا شما نمیدونستید که ممکنه آمریکایی ها توسط این ترور هدف قرار بگیرن و در واقع علیهشون تلافی جویی بشه؟ تهدید از سوی گروه های اسلامی الان 40 سال ادامه داشته. من به این سوال میپرسم. براین هوک نماینده ویژه شما در امور ایران در واقع یک سخنرانی کرد بعد از حمله در لس آنجلس. حسابی ازش مراقبت شد. در هوک ایشون مورد محافظت قرار داشت. پلیس لس آنجلس، نیروهای مقابله با حمله و حمله، اینا همش از محافظت میکردن. من میخوام مطمئن بشم که من معتقدم که همه امنیت شماها خیلی مهمه، امنیت کارمند دولت. ولی میخوام اینو بپرسم، آیا بعد از این حمله اگر ما خیلی ایمن‌تر بودیم چرا نیروهای آمریکایی، دیپلمات‌های آمریکایی، اونم بعد از سخنرانی که در کالیفرنیا میشد اینقدر نیاز به محافظت داشتن؟ بله، این موردی که همه ما الان در امنیت بیشتری هستیم. البته عوامل مختلفی راجع به این مسئله، آدمایی هستند که تصمیمات خاصی گرفتن که شاید در معرض خطر بیشتری باشن، ولی همه ما امتر هستیم جمعاً. بذارید من بگم، اگر میگین که آمریکایی‌ها بعد از این حمله ایمن‌تر هستن، حداقل اون چیزی که از آقای حکم مخالفه، برخلاف اون چیزی که سفارت ما در بغداد داره. آقای پری شما صحبت فرمایید. سپاسگزارم آقای رئیس، خیلی خوشحالم که میبینمتون. خوش اومدین به این تئاتر شاهکار، به این صحنه شاهکار. من میخوام این رو براتون بخونم. ظاهرا به نظر میاد من در کشتن مردم خیلی خوبم. نمیدونستم این میتونست موضع قدرت من باشه. میدونی کی اینو گفته؟ این یک سخنرانی قبلی بود. پرزیدنت اوباما اینو گفت. کشور پاکستان 2741 نفر کشته شدن اونجا، به غیر از غیر نظامیان. در یمن 975 نفر کشته شدن به جز غیر نظامیان. در سومالی 286 نفر کشته شدن به غیر از غیر نظامیان. اینم در دولت قبلی امریکا اتفاق افتاد.
آیا یادتون میاد که چه زمانی در کنگره؟ متوجه سوال شما نیستم. آقای وزیر، ما کی علیه پاکستان، یمن و سومالی اعلام جنگ کردیم؟ شما ندیدین نو؟ در 6 سالی کار ما در کنگره که پیش نیامدم چه چیزی. منم یادم نمیاد یه همچین کاری کرده باشیم. آیا یادتون میاد که این کمیته یا هر یک از کمیته‌های مجلس وزیر خارجه رو برداره بیاره اینجا و ازش بپرسن که راهبرد شما چی بود در اون دوره؟ در اون دوره زمانی که ما ایالات متحده رو کشتیم، 4000 نفر در سراسر جهان کشتیم، نه در میدان نبردی که ایالات متحده آمریکا گفته. یادتونه این همچین چیزی اتفاق افتاده باشه؟ من مطمئن هستم که جلساتی بود که کنگره در اونها پرسید، ولی من که یادم نیست. یادتون راهبردشون چی بود؟ در چه زمینه خاصی؟ در چه میدانی؟ در هر کدوم از این کشورهایی که من میگم. من میدونم که دولت چی گفت که داشت تلاش میکرد چیکار کنه. یادتونه که هیچ کدوم از همکاران ما، من یا شما، اصلا همین جمهوری خان همین طرف، هیچ کدوم میخواستن در مورد کشته شدن تروریست‌ها انتقاد کنن؟ من چنین چیزی یادم نیست. منم یه چیزی یادم نمیاد. وقتی شما آقای وزیر اطلاعات قابل اتکا داشتین مربوط به حمله حتمی به منافع و افراد آمریکا به سفارتخانه این کشور، وظیفه شما چه بود؟ تا تضمین بکنیم تا حد اکثر امکان که هیچ کدام از آمریکایانی که در اونجا هستن نظامی، ماموران یا کارمندان نظامی یا وزارت خارجه در معرض خطر قرار بگیرن. برای کاستن از این خطر باید هر وسیله‌ای رو که در اختیار داریم به کار ببریم. بنابراین شما از بابت تهدیدهای امنیتی موجود قبل از حمله به سلیمانی، تهدیدهای نسبت به اونها به پرسنل آمریکا اطلاع داشتین و اقدامی کردید که درست بشه و جلوشو بگیرین. بله، تصمیمی بود که پرزیدنت گرفت. آیا یادتون هست ما در بنغازی یک کنسولگری داشتیم در لیبی، زمانی که سفیر بارها و بارها خواهش افزایش امنیت شد در اون زمان دولت قبلی؟ آیا یادتون هست که چه اتفاق افتاد؟ آیا اون سفارتخونه تونست اون نیروهای امنیتی بیشتر دریافت کنه یا نه؟ یادتونه؟ تا جایی که یادم اینه که بعضی از درخواستاشون پاسخ داده شد، بعضی هم نه. وقت نتیجه چی شد؟ یک روز فاجعه باری بود که 4 آمریکایی در اون کشته شدن. بله، 4 آمریکایی جانشون رو از دست دادن و اینجا استماع داشتیم و نهایتش این بود که هرگز به اون نتیجه کافی نرسید. اما ما امروز اینجا هستیم و داریم وقت تصمیم شما رو درش تردید میکنیم، تصمیم شما و این دولت برای حفظ امنیت منافع ما و آمریکا رو درش تردید میکنیم و اون وقت رو کشتن یک تروریستی که مسئول مرگ صدها و بلکه هزارها آدم بوده، مرگ و آسیب دیدن ها بوده، تردید میکنیم. آیا ما در آستانه جنگیم یا بودیم با ایران؟ ما طبعا بله، ریسک حسابی بالا رفته بود، ولی من هرگز فکر نمی کنم در حالت ریسکی بودیم که مردم راجبش صحبت میکنن. بعضیا راجب جنگ جهانی سوم صحبت میکنن. ما اصلا در چنین مرحله ای نبودیم، در هیچ دوره ای، در هیچ برهه ای از این مسئله، از اول نوامبر تا همون موقع. تا من میتونم بگم که جمهوری اسلامی ایران خودش رو در حالت جنگ با آمریکا میدونه و در حالت جنگ با اسرائیل. به نظر میاد وقتی که من حرفای همکارانم رو میشنوم، به نظر میاد که اونا میگن باید اجازه میدید ایران هر چند تا از آمریکایی‌ها که دلش میخواد بکشه و پاسخ نده به اینکه ممکنه اونها، و پاسخی نمیدن به اینکه چجوری ممکنه ایران ممکنه بیشتر آدمای بیشتری رو بکشه. بذارید من این مطلبی رو اینجا مشخص کنم راجع به برجام در پایان. آیا دلیلی هست که ایران اون مقداری که داره غنی سازی میکنه یا راکتور آب سنگینی که ساخته شده، آیا میتونیم بگیم برای یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز بوده؟ تأسیساتی که الان هست برای سانتریفیوژها در ایران از نظر میزان غنی سازی اورانیوم به هیچ وجه هماهنگ نیست با مصارف دارویی و عملکرد دارویی، به هیچ وجه همگام با اون چنین چیزی نیست. قبل از اینکه من خانم روهن صدا بکنم، این رو بگم، حمله ای که همکاران من دارن صحبت میکنن
توسط همه اون حملات توسط کنگره مجاز شده بود، اما کنگره اجازه حمله به سلیمانی رو صادر نکرده بود و هیچ اجازه ای برای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران نبود. و تفاوت اینه خانم، شما بفرمایید. آقا سپاسگزارم که اومدین. در تاریخ 7 ژانویه ایران به حمله منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی با حمله به پایگاه های آمریکا در واقع واکنش نشون داد و الان میدونیم که صدها طرف آسیب، صدها نفر از نیروهای آمریکا آسیب دیدن، بلکه آسیب های دائمی. و اون روز دولت گفت مردم آمریکا باید بسیار بسیار خوشحال باشن که در حملات شب گذشته رژیم ایران هیچ آسیبی ندیدن. و منم مثل خیلی از آمریکایی این حرف رو باور کردم و خیالم راحت شد، اما این حقیقت نداشت. در واقع بسیاری از آدم‌ها در اون حمله آسیب دیدن. بعد از این حملات و وقتی که شنیدیم که نیروهای امنیتی ما، نیروهای نظامی ما آسیب دیدن، پرزیدنت این رو گفت. من شنیدم اونا سردرد دارن و یه چیزای دیگه هم هست. میتونم بهتون بگم که جدی نیست این قضیه. آقای پومپئو، خواهش می‌کنم با پاسخ بله و نه، آیا شما به عبارتون آسیب مغزی جدیه؟ منم هستم، من نسل دوم کهنه سربازان هستم و خانواده های منم هنوز اعضاشون دارن توی منطقه خطرناک کار میکنن و میدونیم که چقدر خطرناک این قضیه. اما در تاریخ 24 ژانویه پنتاگون به ما گفتش که 34 نفر آسیب مغزی جدی دیدن در اثر این حمله. و بعد در تاریخ 28م، یعنی 4 روز بعد، گفتن نه، در واقع این رقم 50 نفر بوده. اما بعد دو روز بعد از اون تعدادشون 64 نفر بود. آقا با یک پاسخ بله یا نه و تعدادشون رو بگین، الان تعداد نیروهای نظامی که آسیب مغزی دیدن چی بوده؟ اون چیزی که پرزیدنت قبلا گفت اصلا هیچی نبود، فقط سردرد بود. باید برید به وزارت دفاع و بتونید شمار دقیق رو به دست بیارید. من میتونم بهتون میگم 110 نفرن. خدا رو شکر خیلی از اونا برگشتن سر کارشون، سر پستشون، و ما شنیدیم 30 نفرشون هنوز تو بیمارستانن. آقای رئیس، این دولت داره میگه حمله به سلیمانی برای بازداشتن ایران از اجرای حملات بیشتر و علیه نیروها و منافع آمریکا بوده. اما این بازدارندگی نبود. این یک تصمیم بود که بدون راهبرد ویژه گرفته شد و به خطر انداخت امنیت ملی ما و پرسنل نظامی ما را. آقای پومپئو، تصمیم پرزیدنت آشکاران پیامدهای بسیار جدی و روشنی داشته. 110 نیروی نظام آمریکا از آسیب مغزی زیان دیدن. اون چیزی که تازه پرزیدنت گفته این سردرده و میدونیم که این هنوز معلوم نیست، این یک کارزاری علیه ما و همپیمانان ما علیه ایران خواهد بود. اونها در واقع دارن خودشون غنی سازی میکنن و در واقع با اعتراف خودتون داره میگه ما ایمنتر نیستیم و در واقع در معرض خطریم. نگرانی من اینه، من نمیدونم واقعا دستاورد ما چی بوده غیر از اینکه 110 نیروی نظامی ما آسیب دیدن و کشورمون رو ناامن‌تر کردیم. حالا بقیه وقتم رو میخوام بدم به خانم تایس. بله، سپاسگزارم. بذارین این رو بگم بهتون، این مطلبی که به آقای اوباما گفتین در یک کتابی بودش نوشته شده بود که ظاهرا واشنگتن تایمز یه چیزی شنیده و نوشته. فکر نمی‌کنم کسی اینجا باشه یه همچین حرفی رو آقای اوباما گفته باشه. واقعا کی میدونه واقعیت داره یا نه. من می‌خوام یه سوالی از شما بپرسم آقای پومپئو در مورد چیزی که شما گفتین بعد از حمله به سلیمانی. در تاریخ 6 ژانویه پرزیدنت به مردم آمریکا گفتش، در یک توییت گفتش که اونم تمام حروف درشت نوشت، ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. منم موافقم ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه. اما الان در اون مصاحبه رادیویش با مری لوس کلی، فکر کنم میشناسینش، از ایشون، از شما پرسید، نه یک بار، نه دو بار، بلکه سه بار از شما پرسید که دولت میخواد چیکار کنه، دولت آمریکا میخواد چیکار کنه که جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو بگیره. این پاسخ شماست. پرسش من دوباره اینه، شما چجوری جلوی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای رو میگیرین؟ متوقفشون میکنیم. چگونه؟ تحریما متوقفشون میکنیم. خب این صحبتی که کردین، ایران در واقع مقدار ذخایر اورانیوم غنی شده شو 3 برابر کرده، بنابراین من الان به شما فرصت میدم، چگونه میخوایم متوقفشون کنیم؟ ما متوقع جلو اونا رو خواهیم گرفت. ببینید این که برنامه نیست، این که طرح نیست، این زمان منه. شما دارین جوک میکنین، شوخی میکنین با سوال من. ما همونجا نگرش میداریم درست مثل چیزی که شما میزنید رو گلگیر ماشین. من دوست دارم به شما پاسخ بدم. بنابراین بذارین مصاحبتون رو بگم. آقای پومپئو اجازه بدید من وقتم رو میخوام استفاده کنم برای صحبتهای خودتون در همین مصاحبه. در ادامه فکر کنی خیلی خنده داره، نه؟ ایشون از شما پرسیدش که، یا گفتش که ایران اعتراف کرده، اذعان کرده که تعداد برنامه سانتریفیوژش
اینجوریه و گفتی که بله ایشون داره خودش در واقع خود ستایی میکنه. بله منم میگم آقای پومپئو در واقع شما امروز دارین فقط حرف میزنین، این برنامه نیست، این تر نیست و این جایگزین برنامه نیست. شما نمیتونید اجازه بدید ادامه پیدا کنه. زمان شما تموم شده آقای کینزینگ. آقای چرمن واقعا آقای رئیس واقعا خسته کننده است. این نمایشی که انداختین، نمایش رسانه‌ای که انداختین، هیچ کس الان فکر نمی‌کنه که وزیر خارجه آمریکا یه خودم ممکنه یه ذره شوخی بخواد بکنه بدون یه لحظه که بخوایم در یوتیوب حرف بزنیم، خودمون رو معروف بکنیم، مثلا نشون بدیم که مثلا ما خشمگین هستیم که بتونیم بعدا امشب در تلویزیون بریم توی شبکه تلویزیون صحبت کنیم. تمام اینا کاره آقای وزیر خارجه. شما میدونید که این کمیته من حس میکنم برای اینکه بتونم بیام اینجا، من واقعا سخت برام که بیام تو این کمیته عضویت پیدا کنم، برای اینکه واقعا دو حزبی بودنش رو برام من خیلی خیلی خوبه. ما در موقعی که اکثریت داشتیم حتی یک رأی رو نتونستیم به دست بیاریم وقتی تو این کمیته بودیم. درست اولین کاری که اکثریت جدید یعنی دموکرات ها اومدن و رأی گیری کردن، یکی از اولین چیزاش رأی من بود. اجازه ندیم که ایالات متحده من کاری بکنه، برای اینکه این مسئله کارزار انتخاباتیه. با اینکه خیلی از آدما نمیدونن اونجا چه خبره، آقای وزیر از شما میخوام بپرسم چقدر کمک بشر دوستانه ایران کرده به یمن؟ صفر. خیلی ممنون. اما شما این رو دارین کارشو انجام میدین، میدونین اینجا چه خبره، شما خودتونم اینجا بودین. مسئله سلیمانی من فکر میکنم در وهله اول خیلیا که حتی نمیدونست اصلا سلیمانی کی بود، یه دفعه فهمیدن سلیمانی کشته شده، بعد یه دفعه عصبانی میشدن. من میخوام نکته ای که اینجا بگم اینه، من خودم بخشی از عملیات علیه ایرانی ها در عراق، در جنگ عراق بودم. بنابراین با کشتن سلیمانی در عراق از منافع ایالات متحده و نیروهای ایالات متحده، همونجوری که در سال